خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای کاربراتی عمر موتور بیشتری دارن. دلیل اون فقط و فقط به خاطر یک قطعه‌ایه که معمولا هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه. این قطعه که سنسور ناپیان داره در واقع ارتعاشات و ضربات موتور رو اندازه‌گیری میکنه و طبق اون اطلاعاتی به ECU ارسال میکنه. ECU بر حسب اون اطلاعات از کوبش بیشتر یا ارتعاش بیشتر جلوگیری میکنه. سلام دوستان، توی ویدیو قرار با هم دیگه سنسور ضربه یا ناک سنسور رو با هم دیگه بررسی کنیم و تمامی مواردی که مربوط به این سنسور هست رو خدمتتون عرض کنم. بریم با هم دیگه روی میز کار این سنسور رو بررسی کنیم. سنسور ناک یا سنسور ضربه یا ناک سنسور. ببینید این سنسور اولا که خرابی خیلی کمی داره و در واقع عمر زیادی هم داره، اما یکی از مهمترین سنسورهای هستش که تأثیر مستقیمی روی عمر مفید موتور خودرو داره. علامت اختصاریه که روی دستگاه دیاگ یا ممکنه تو نقشه هم ببینید همون ناک سنسور نوشته شده یا مخففش KS. اصول عمل کردی این سنسور، ببین این سنسور از نوع پیزوالکتریک هستش. یعنی چی؟ یعنی از طریق تنش‌های مکانیکی و ضربات مکانیکی برق تولید میکنه. در واقع مثل برخورد دو تا سنگ چخماق با هم دیگه. ببینید اگه دقت کنید به عنوان مثال تو فندک‌های چخماقی اون جرقه‌ای که زده میشه هیچ برق و باتی وجود نداره، اما بر حسب این در واقع برخورد مکانیکی، این ارتعاش مکانیکی، یک جرقه یا یک ولتاژ یا یک برق تولید میشه که باعث روشن شدن در واقع فندک میشه. تعداد پایه‌های این سنسور یا دو پایه هستش یا سه پایه. دو پایه مثبت و منفی هستش که جفتش خروجی، یعنی برق تولید میشه به سمت ECU میره، و سه پایه هم مثل این سنسور از نوعی هستش که بجز در واقع برق مثبت و منفی یکی از پایه‌های دیگه هم وجود داره که غلاف یا نویزگیر این سنسوره و در واقع یک پارازیتگیر هستش. یعنی پارازیت‌های که باعث میشه سنسور نار دچار مشکل بشه و در واقع به صورت درست تکانه‌های موتور رو اندازه‌گیری نکنه یا جلوشو میگیره. مثلا به عنوان مثال ممکنه نویزهای دیگه، پارازیت‌های دیگه از تنش‌های مکانیکی دیگه بجز موتور، بجز سیلندر موتور به وجود بیاد که این پارازیت‌گیر نقش جلوگیری و عدم از بین رفتن سیگنال درست برای سنسور ناک میشه. محل قرارگیری این سنسور روی بلوچه موتور هستش، روی بلوچه سیلندر موتور هستش در همه موتور. حالا ممکنه بعضی از موتورها دو یا سه یا بیشتر از این تعداد سنسورها وجود داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه دو سر سیلندر وجود داره، مثل موتورهای ویشه. ممکنه تو موتورهای ردیفی که تعداد سیلندرهای زیادی دارن، تعداد بیشتری از این سنسور روی اون موتورها قرار گرفته باشه. قبل از اینکه من بخوام خدمتون توضیح بدم که در واقع اصول کار و عمل کرده این سنسور چیه، لازمه بدونید اولا ناک زدن یعنی چی. ببینید ناک زدن در واقع به معنای احتراق ناخواسته قبل از رسیدن پیستون به اون نقطه مرگ بالا، اون زمانی که جرقه باید زده بشه و قبل از جرقه شمع در واقع احتراق صورت بگیره. به چه دلیل؟ ممکنه به دلیل گرم شدن محفظه احتراق و در واقع اشتعال اون کربن‌ها یا گدازه‌های درون محفظه احتراق رخ بده، یا قطعات و براده‌هایی که درون محفظه احتراق دارن، یا نوک شمع بر اثر گرما داغ بشه و در زمانی که مخلوط شدن سوخت و هوا در محفظه احتراق رخ میده و قبل از در واقع جرقه شمع، این حرارت و داغی این براده ها و نوک شمع باعث میشه اون مخلوط در واقع اشتعال پیدا کنه و این
باعث ناب زدن میشه. خب حالا چه جوری ناب زدن باعث میشه که در واقع موتور عمرش پایین بیاد؟ ببینید همین عاملی که خدمتتون عرض کردم، یعنی احتراق زودرس ناخواسته و قبل از جرقه شمع زمانی که رخ بده. ببینید وقتی پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و در حالت تراکم میخواد قرار بگیره، قبل از زدن جرقه شمع وقتی یه اشتعال دیگه صورت بگیره، این پیستون به سمت پایین تحت فشار قرار میگیره و در واقع شاتون قبل از اینکه چرخش مکانیکی دور میلنگ خودش رو کامل کنه یه حالت برگشت بهش دست میده و همین باعث یاتاقان زدن موتور میشه. و یاتاقان زدن موتور دقت کنید که در این مورد اگر رخ بده مربوط به عیب های روغنکاری نیست، پس یاتاقان زدن فقط به دلیل عیب روغنکاری به وجود نمیاد. خب یه مدل دیگه ناب زدن چجوریه؟ ببینید زمانی که پیستون به سمت بالا میاد و در حالت تراکم قرار میگیره و در واقع نقطه مرگ بالا قرار داره، زمانی که شمع جرقه میزنه روی پیستون، در محدودی دیگه از محفظه احتراق، به عنوان مثال در این محدوده یا در محدودی دیگه در محفظه احتراق یک اشتعال دیگه به وجود بیاد، این هم در واقع یک نوع ناب زدن ایجاد میکنه، به گونه ای که همین باعث ایجاد ارتعاش در محفظه احتراق و تکون خوردن پیستون میشه. ببینید اگر این شمع جرقه بزنه از در ناحیه دیگه هم یک جرقه یا یه اشتعالیه باشه، این پیستون در واقع یه ارتعاشی پیدا میکنه و همین باعث تکون خوردن این پیستون میشه و با دیواره سیلند برخورد میکنه یا دیواره بوش برخورد میکنه و یه صدای تقتقی ایجاد میشه. این هم یک مدل از ناب زدن موتوری که ممکنه باعث ترک خوردن پیستون یا در واقع شکستگی پیستون و ذوب یا حتی ذوب شدن پیستون بشه و خسارت بالایی به بار بیاره. پس این از تشبیه ناک زدن. خب برای جلوگیری از این اتفاقات سنسور ناک وارد عمل میشه و به محض گرم شدن محفظه احتراق و خودسوزی و لرزش پیستون، خب از طریق این ناک، در واقع از طریق این ضربه ها و تنش های مکانیکی، سنسور ناک این ضربه رو دریافت میکنه و این ضربه باعث میشه که یک ولتاژ، یک برق تولید بشه توسط این سنسور و به ECU ارسال بشه. وقتی که این اطلاعات به ECU برسه، ECU برای در واقع اصلاح این داستان دو تا کار میکنه. اولا جرقه رو ریتارد میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی پیستون به سمت بالا اومده و به نقطه مرگ بالا رسیده، زمانی که با جرقه صورت بگه جرقه انجام نمیشه و در حرکت در واقع پایین اومدن پیستونه که جرقه خورده میشه. چرا؟ این باعث میشه که احتراق کمتری تولید بشه تا دمای محفظه احتراق پایین میاد و در واقع باعث از بین رفتن خودسوزی میشه. درست متوجه شدید؟ ببینید وقتی پیستون به سمت بالا میاد، جرقه باید در نقطه مرگ بالا زده بشه، این جرقه انجام نشه و ریتارد میشه. زمانی که به سمت پایین داره حرکت میکنه تازه جرقه میخوره و این باعث میشه اشتعال کمتر بشه. چرا؟ چون محفظه احتراق بزرگتر شده و در واقع اشتعال کمتری ایجاد میشه و همین عامل باعث میشه که محفظه احتراق دماش پایین تر بیاد. دومین کاری که میکنه چیه؟ میاد مخلوط سوخت رو غنی میکنه. ببینید وقتی مخلوط سوخت غنی تر بشه، احتراق و شعله سریعتر تموم میشه و محفظه احتراق زودتر شروع به صرف شدن میکنه. همین عامل، همین کار ECU باعث میشه که خسارت به موتور وارد نشه. وقتی ایبیابی از طریق دستگاه دیاگ انجام میدی و خدای سنسور ناک در اون دیده میشه، شما باید چند تا کار کنید. اولا گشتاور پیچی که سنسور رو به بلوکه سیلند متصل میکنه خیلی مهمه و مقدار استاندارد اون 25 نیوتن متر هستش و اگر در حالت کمتر یا بیشتر باشه، این گشتاور چه کمتر از 25 نیوتن متر باشه چه بیشتر از اون باشه، خطای سنسور ناک ایجاد میشه. پس این یک. دومین عاملی که باعث میشه خطای سنسور ناک به وجود بیاد، اصلا ناک بزنه موتور، عدم تایم درسته. یعنی اگر تصمیم تایم تا
تایمش کم و زیاد باشه و در واقع تایم اشتباهی باشه، باعث میشه که خودرو ناک بزنه. همچنین فیلر سوپاپ ها هم اگر درست نباشه، همین عامل هم باعث ناک زدن موتور میشه و در واقع خطای ناک به وجود میاد. از طرف هم خدمت رو عرض کردم، گشتوار پیچ هم اگر درست نباشه این خطا به وجود میاد. ضمن این که باید دقت کنید که این سنسور تست عمومی خاصی نداره، چون از خودش ولتاژ تولید میکنه و پیزو الکتریک هستش. علاوه میشم که خدمت رو عرض کنم، ببین اولا که دستگاه اگر خراب بشه سنسور یا اصلا در واقع ناک بزنه موتور، باعث میشه چراغ چک روشن بشه، از طرفی باعث تشدید حالت کوبش میشه. یعنی اگر موتور ناک بزنه سنسور هم خراب باشه، این کوبش بیشتر میشه و در واقع موتور هم داغتر میکنه. خیلی مهمه بدونید که داغ کردن موتور در بعضی موارد ناشی از خرابی سنسور ناک هستش، خود سنسور. دقت کنید، شما دستگاه دیاگنوز هیچ گونه خطایی نداره، پنها سالمه، در واقع سیلند سالمه، واشر سر سیلند سالمه، آب کم نمیکنه خودرو، فشنگی ها سالمه، ولی باز میبینی موتور داغ میکنه و فقط یه خطای، اونم خطای سنسور ناک. از خطای سنسور ناک و داغ شدن همزمان موتور و حتی دیدید صدای کوبش و صدای ناک میاد، تق تق میاد از موتور، بدونید که دلیل داغ شدن موتور همین سنسور ناک. اگر خواستید بدونید تو دستگاه دیاگ هم مشخص کنید که این سنسورتون سالمه یا نه، در وضعیت پارامترها اگه نگاه کنید، اگر سنسور ضربه روشن بود، یعنی خودرو ناک داره و سنسور هم سالم هستش. اما اگر علائم ناک زدن موتور بود و سنسور خاموش بود، بدونید سنسور یا خودش خرابه یا گشتاورش درست نیست یا سوکت و سیم کشی اون دچار ایراد هسته. خب دوستان، اینم از تشریح کامل سنسور ناک. یه چند تا نکته هست که خدمتتون عرض کنم. ببین، اولا اینکه همون جوری که توضیح دادم، سنسور ناک سنسور مهمیه برای عمر موتور. اگه خراب باشه و موتور احتراق زود دست نداشته باشه، دچار ناک زدن نشده باشه، شاید اتفاق خاصی برای موتور نیفته و موتور به صورت در واقع درست کار کنه. اما زمانی که موتور دچار مشکل بشه، در نبود این سنسور اوضاع بدتر میشه. از طرفی دقت کنید که یه سری علائم مثل داغ کردن موتور و در واقع حتی مصرف زیاد، حتی سکار کردن، تک کار کردن موتور میتونه دلیلش خرابی این سنسور باشه. یعنی موتور دچار ناک شده، احتراق زود دست داره، اما این سنسور تشخیص نمیده، خرابه و باعث میشه که در واقع این عیب ها و علائم ایجاد. و یک نکته دیگه این که اگه احساس کردید که این ویدیو براتون مفید بوده و ممکنه برای دوستانتون هم مفید باشه، براشون ارسال کنید. اگر امکان داره لایک، کامنت فراموش نشه و هر سوالی دیگه در این باره دارید از من بپرسید. ممنونم، موفق باشید.